شناسنامه اثر نام کتاب بیگانه نویسنده آلبر کامو ترجمه جلال آل احمد انتشارات ادیشنس گالیمارد سال انتشار 1942 اجرا نیلوفر شاتری ویرایش و بازبینی قاسم قرداغی تاریخ اجرا: اردیبهشت 1399 موضوع: رمان فلسفه پخش فایل صوتی از کتابخانه اینترنتی آوای بوف معرفی کتاب کتاب بیگانه اثری شگفت از آلبر کاموست در رمان بیگانه آلبر کامو خود را روبروی مرگ قرار می دهد و سعی می کند مشکل مرگ را برای خودش و برای خوانندگانش حل کند در جامعه ما هر آدمی که سر خاک سپاری مادرش نگرید خودش را در معرض این خطر در می آورد که محکوم به مرگ شود. این جمله معروف آلبر کامو در مقدمه کتاب بیگانه است که در سال 1942 منتشر شده است. بیگانه داستان یک مرد درونگرا به نام مرسو را روایت می کند که مرتکب قتل می شود. مرسو کارمند فرانسوی اهل الجزیره است که از دروغ گفتن خودداری می کند. در ابتدای داستان او از طریق تلگرام متوجه مرگ مادرش می شود. رفتار مرسو در مراسم خاکسپاری، خوردن قهوه و سیگار کشیدن او بعدها به ضررش تمام شده و به علاوه هنگامی که به اتهام قتل تحت تعقیب است علیه او استفاده می شود. مرسو انسانی است که روند جامعه پذیری را آنگونه که باید طی نکرده او به همه چیز به غیر از خوشیهای حسی بی توجه است به گفته خود کامو مرسو نمیتواند یا نمیخواهد در بازی همگانی شرکت کند جایی که گریستن بر سر خاک مادر تبدیل به هنجار شده مرسو صادقانه هیچ واکنشی نشان نمیدهد چون مرگ برای او اصلی و پذیرفته شده است. بیگانه شناخته شده ترین کتاب آلبر کاموست که در نظر ژان پل سارتر بهترین کتابی است که از متارکه جنگ تا کنون منتشر شده است. کتاب بیگانه جامعه پایان جنگ جهانی دوم را به شدت متأثر می کند. این کتاب نقدها و تحقیقات بسیاری را در مراکز دانشگاهی و خارج از آن به خود اختصاص داده است. کتاب بیگانه را می توان با نقد فلسفی جامعه شناسی، تکوینی و دیگر نقدها حتی پسا استعماری بررسی و مطالعه کرد. امروز مادرم مرد، شاید هم دیروز. نمیدانم. تلگرافی به این مضمون از نوانخانه دریافت داشتم. مادر درگذشت، تدفین فردا، تقدیم احترامات. از این تلگراف چیزی نفهمیدم، شاید این واقعه دیروز اتفاق افتاده بود. نوانخانه پیران در مارانگو 80 کیلومتری الجزیره است. سر ساعت دو اتوبوس خواهم گرفت. و بعد از ظهر خواهم رسید. بدین ترتیب می توانم شب را بیدار بمانم و فردا اصر مراجعت کنم. از رئیسم دو روز مرخصی تقاضا کردم که به علت چنین پیش آمدی نتوانست آن را رد کند. با وجود این خوشنود نبود. حتی به او گفتم این امر تقصیر من نیست. جوابی نداد. آنگاه فکر کردم که نبایست این جمله را گفته باشم. من نمی بایست مذارت می وانگهی وظیفه او بود که به من تسلیت بگوید. شاید همین کار را برای پس فردا گذاشته است که مرا با لباس عذا خواهد دید. چون اکنون مثل این است که هنوز مادرم نمرده است. ولی برعکس بعد از تدفین این کاری است انجام یافته و مرتب که کاملا جنبه رسمی به خود می گیرد. سر ساعت دو اتوبوس گرفتم. هوا خیلی گرم بود. بنا به عادت غذا را در مهمانخانه سلست خوردم. همشان به حالم دل می سوزاندند و سلست به من گفت یک مادر که بیشتر نمی شود داشت. هنگامی که عظیمت کردم همه تا دم در بدرقم کردند. کمی گیج بودم. چون لازم بود به منزل امانوئل بروم و کروات سیاه و بازوبندش را به آریه بگیرم. او چند ماه پیش امویش مرده بود. برای اینکه اتوبوس را از دست ندهم دویدم. حتما به علت این شتاب و این دویدن و سرستدای ماشین و بوی بنزین و نور خورشید و انعکاس روی خیابان بود که چرتم گرفت. کمابیش تمام طول راه را خوابیدم. هنگامی که بیدار شدم به یک مرد نظامی چسبیده بودم. نظامی به من خندید و پرسید آیا از راه دور میایم؟ جواب دادم بله. برای اینکه چیز دیگری برای گفتن نداشتم. نوانخانه در دو کیلومتری دهکده است. این راه را پیاده رفتم. خواستم فورا مادرم را ببینم. اما دربان گفت اول باید به مدیر رجوع کنم. چون مدیر مشغول کار بود کمی صبر کردم. تمام این مدت دربان حرف زد و بالاخره مدیر را دیدم و مرا در دفترش پذیرفت. مرد ریزهی بود که نشان لژیونر دونور به سینه داشت. با چشمان درخشان مرا نگاه کرد. بعد دستم را فشرد و مدت زمانی آن را نگاه داشت که نمیدانستم چگونه آن را در بیاورم. به پرونده رجوع کرد و به من گفت مادام مرسو سه سال پیش به اینجا وارد شد و شما تنها حامی او بودید. گمان کردم مرا سرزنش می کند. از این جهت خواستم توضیحاتی بدهم اما کلامم را قطع کرد. فرزند عزیزم لازم نیست خودتان را تبرئه کنید. من پرونده مادرتان را خواندم. شما نمی توانستید احتیاجات او را برآورید. او پرستاری لازم داشت. درآمد شما کم بود از همه اینها گذشته او در اینجا خوشبختتر بود گفتم بله آقای مدیر او افزود شما میدانید در اینجا او دوستانی به سن و سال خود میافت و می توانست لزایز زمان گذشته را با آنان در میان نهد شما جوانید و زندگی با شما او را کسل میساخت. این مطلب راست بود هنگامی که مادرم خانه بود تمام اوقات ساکت با نگاه خود مرا دنبال میکرد روزهای اول که به نوان خانه آمده بود اغلب گریه میکرد و این به علت تغییر عادت بود پس از چند ماه اگر میخواستند او را از نوان خانه بیرون بیاورند باز هم گریه میکرد باز هم به علت تغییر عادت بود کمی هم به این جهت بود که در سال اخیر هیچ به دیدن او نیامده بودم و همچنین به علت اینکه یک شنبه هم را می گرفت. صرف نظر از زحمتی که برای رفتن با اتوبوس گرفتن بلیط و دو ساعت در راه بودن می بایست می کشیدم. مدیر باز هم با من حرف زد ولی من دیگر به او گوش نمی دادم. بعد به من گفت گمان می کنم می خواهید مادرتان را ببینید. من بی این که جوابی به گویم بلند شدم و او به طرف در از من جلو افتاد. در پلکان برایم گفت او را در اتاق کوچک مرده ها گذاشتیم برای اینکه دیگران متأثر نشوند. در اینجا هر وقت کسی می میرد بقیه تا دو سه روز عصبانی هند و این موضوع باعث زحمت می شود. از حیاتی عبور می کردیم که عده زیادی پیرمرد در آن دسته دسته با هم وراجی می کردن. هنگامی که ما عبور می کردیم آنها خاموش می شدند و پشت سر ما باز گفتگو شروع می شد. گویی که هم همه سنگین توتی هاست. دم یک ساختمان کوچک مدیر از من جدا شد. آقای مرسو شما را تنها می گذارم. در دفتر خود برای انجام هر گونه خدمتی حاضرم. بنا به قاعده ساعت ده صبح برای تدفین معین شده است. زیرا فکر کردیم بدین ترتیب شما خواهید توانست در بالین آن مرحومه شب زنده داری کنید. یک کلمه دیگر مادرتان اغلب به رفقایش اظهار می کرده است که می خواهد با تشریفات مذهبی به خاک سپرده شود. بر من واجب است که لوازم این امر را فراهم کنم اما خواستم ضمنا شما را هم مطلع گردانم از او تشکر کردم مادرم گرچه بی دین نبود ولی هنگام زندگیش هرگز به دین نمی داخل شدم. اتاقه که بسیار روشنی بود که با آباهک سفید شده بود و یک قاب شیشه تا قان را پوشانده بود اساسیش سندلی ها و سپایه به شکل ضربه در بود. روی دوتای آنها در وسط تابوتی با سرپوش مخصوصش قرار گرفته بود. میخهای براغ تابوت را میشد دید که هنوز کوبیده نشده بودند. و روی تخته تابوت که با پوست گردو رنگشان کرده بودند مشخص به چشم نزدیک تابوت زن پرستار عربی بود که روپوش سفید بر تن داشت و لچکی با رنگی تند به سر بسته بود. در این هنگام دربان پشت سر من داخل شد. پیدا بود که دویده است کمی لکنت داشت. سر تابوت را بستند ولی برای اینکه شما بتوانید جسد را ببینید باید میخوا را بکشم. به تابوت نزدیک شده بود که نگهش داشتم به من گفت نمیخواهید؟ جواب دادم نه. یکی خورد و من ناراحت شدم. زیرا حس کردم که نبایستی همچو حرفی زده باشم. پس از لحظه ای به من نگاه کرد و بی هیچ سرزنشی مثل اینکه خبر میخواهد بگیرد پرسید برای چی؟ گفتم نمیدانم. آنگاه در حالی که سیبیل سفیدش را میتابید بی این که به من نگاه کند گفت میفهمم. چشمانی زیبا به رنگ آبی روشن داشت. به رنگ پوستش کمی قرمز بود. صندلی به من داد و خودش به فاصله کمی پشت سرم نشست. زن پرستار بلند شد و به طرف در رفت. در این لحظه دربان به من گفت این زن خوره دارد. چون چیزی نفهمیدم به طرف پرستار متوجه شدم و دیدم که از دیر چشمهایش پارچهی گذرانیده و به دور سرش پیچیده. در جای بلندی دماغش پارچه صاف بود. روی صورت او جز سفیدی پارچه چیزی دیده نمیشد. وقتی که او رفت دربان گفت من الان شما را تنها میگذارم. نمیدانم چه قیافه ای به خود گرفتم که منصرف شد و پشت سر من ایستاد. این وجود پشت سرم عذابم میداد. تمام اتاق را نور زیبای بعد از ظهر فرا گرفته بود. وزوزه دو زنبور طلایی پشت شیشه آب گوش می رسید. حس کردم که خوابم گرفته. بی این که به طرف دربان برگردم به او گفتم مدتی است که اینجا هستید مثل اینکه مدتها منتظر چنین سوالی بود فورا جواب داد پنج سال دنبال آن خیلی پرگویی کرد اگر پیش از اینها به او گفته بودند که با شغل دربالنی در مارانگو روزگار خود را به پایان خواهد رسانید سخت تعجب میکرد شست و چهار سال داشت و اهر پاریس بود در این موقع کلامش را قطع کردم آها پس اهل اینجا نیستید بعد یادم افتاد که قبل از اینکه مرا به اتاق مدیر راهنمایی کند از مادرم با من حرف زده بود گفته بود که باید خیلی زود خاکش کرد زیرا در صحرا خصوصا در این ناحیه هوا بسیار گرم است در آن هنگام برایم گفته بود در پاریس آن هنگام برایم گفته بود در پاریس میزیسته است. در پاریس که خاطره آن را هرگز فراموش نخواهد کرد. در پاریس میشود مرده را تا سه روز و گاهی تا چهار روز نگاه داشت. ولی اینجا وقت این چیزها نیست. فکرش را هم نمیشود کرد که در اینجا میبایست دنبال نشکش دوید. در این موقع زنش به او گفته بود خفه شد. این چیزهایی نیست که بشود برای آقا گفت و پیرمرد قرمز شده بود و پوزش خواسته بود من وسط کلامش دویده گفته بودم چیزی نیست چیزی نیست آنچه را که پیرمرد میکرد درست و جالب یافته بودم در اتاق کوچک مردگان برایم گفت که به عنوان آدمی مفلوک به آنجا آمده بود و چون خود را هنوز کاری میدانسته این شغل دربانی را قبول کرده است به او یادآوری کردم که در عین حال او هم جز افراد این نوانخانه حساب می شود و او گفت که نه اول هم متعجب شده بودم که چرا در ضمن صحبت از افراد نوانخانه کلمه آنها دیگران و خیلی به ندرت لغت پیرها را به کار میبرد در صورتی که اغلب زیاد هم با او اختلاف سن نداشتند. ولی طبیعی است که او با آنها یکی نبود او سمت دربانی داشت و در بعضی موارد هم سرپرست آنها حساب می شد. در این لحظه آن پرستار وارد شد. شب ناگهان فرا رسیده بود. به زودی شب بر فراز شیشه ها سنگین شد. دربان کلید چراغ را زد و من از زنندگی ناگهان نور خیره شدم. مرا برای صرف شام به صفرخانه دعوت کرد ولی من گرسنه نبودم. اجازه خواست فنجانی شیر قهوه برایم بیاورد چون اون را بسیار دوست داشتم. قبول کردم و بعد از لحظه ای با سینی مراجعت کرد. آشامیدم. آن وقت میل کردم سیگاری بکشم اما شک کردم. چون نمیدانستم که آیا می توانم این کار را جلوی مادرم بکنم؟ فکر که کردم این کار هیچ اهمیتی نداشت. سیگاری به دروان تعارف کردم و با هم کشیدیم. پس از لحظه ای به من گفت میدانید دوستان خانم مادرتان هم خواهند آمد که شب را در اینجا به سر برند. این رسم اینجاست. من باید بروم و صندلی و قهوه سیاه تهیه کنم. از او پرسیدم که آیا می شود یکی از چراغ ها را خاموش کرد؟ درخشش نور روی دیوار سفید خستن می کرد. به من گفت که این کار ممکن نیست. این طور کشی شده است. یا همه چراغ ها یا هیچ کدام. دیگر من به او توجهی نداشتم. او خارج شد و برگشت. سندلی ها را جا داد. روی یکی از سندلی ها فنجان را دور یک قهوه جوش گذاشت. بعد روبروی من طرف دیگر مادرم نشست. آن پرستار همونطور ته اتاق پشت به ما ایستاده بود. من نمیدیدم که چه می کرد. اما از حرکات دستش فهمیده می شد که چیزی می بافد. هوا ملایم بود. قهوه مرا گرم کرده بود و از دری که باز بود بویی از شب و گلها می آمد. به گمانم کندکی هم چرت زدم. صدای خشخشی مرا بیدار کرد. به علت اینکه که چشمهایم بسته بود، اتاق باز در نظرم از روشنایی سخت زننده بود. جلوی من هم حتی یک سایه یافت نمیشد و هر چیز، هر زاویه، تمام خمیدگیها در مقابل چشمانم با بی هیایی زنندهی رست در این لحظه بود که دوستان مادرم وارد شدند. روی هم رفته ده دوازده تایی بودند و با سکوت وارد این روشنایی خیره کننده شدند. بی این که صدایی از صندلی ها بلند شود. روی آنها قرار گرفتند. آنها را چنان می دیدم که تا کنون هیچ کس را ندیدم. هیچ کس از جزئیات صورتها و لباسهایشان از نظرم نمی گریف. با وجود این صدایی از آنها نمی شنیدم و واقعیت آنها را به زحمت می باور کنم. تقریبا همه زنها پیشبند بسته بودند. با بندی که تنک بدنشان را می فشرد و شکم پایین افتادشان را بیشتر نمایان می ساخت. تا آن وقت هرگز درک نکرده بودم که پیر زنان تا چه حد می توانند شکم داشته باشند. مردها تقریبا همه بسیار لاغر بودند و اصاب دست داشتند. چیزی که در قیافه آنها مرا به خود جلب می کرد این بود که چشمهایشان را نمیدیدم. فقط روشنایی ماتی بود که از وسط حفره ای از چروک به نظر می رسید. انگامی که نشستند، اغلب مرا نگاه کردند و با زحمت سری تکان دادند و چون لباسهایشان در دندانهای بیدندانشان فرو رفته بود من نفهمیدم که آیا به من سلام می کنند یا فقط یک حرکت عصبی سرشان را تکان داده است اما گمان می سلامم کردند در این هنگام بود که متوجه شدم همه در مقابل من گرداگرد دربان نشستند و سر خود را تکان میدهند. در یک آن این فکر مسخره در من ایجاد شد که آمدند مرا محاکمه کنند. اندکی بعد یکی از زنان به گریه افتاد. او در ردیف دوم پشت سر یکی از همراهانش پنهان شده بود. من به زحمت میدیدمش. با سکسکه های کوتاه مرتبا گریه می کرد. و به نظرم آمد که هرگز باز نخواهد ایستاد دیگران مثل اینکه گریه او را نمیشنوند همه محزون و گرفته و ساکت بودند به تابوت یا به عساهای خود یا به هر چیز دیگر مینگریستند اما جز به همان یکی به چیز دیگری نگاه نمیکردند آن زن همون طور گریه می کرد. خیلی متحیر بودم. زیرا که او را نمی میخواستم می خواستم دیگر صدایش را نشنوم. ولی جرأت این را نداشتم که به او اظهار کنم. دربان به طرف او خم شد. حرفی زد ولی او سرش را خم کرد. چیزی زمزمه کرد و به همان نحو و ترتیب به گریه ادامه داد. بعد دربان به طرف من آمد. نزدیک من نشست. پس از یک لحظه طولانی بی این که به من نگاه کند برایم گفت این زن خیلی به مادر شما نزدیک بود. میگوید این مرده تنها دوست وی در اینجا بوده است و اکنون دیگر کسی را ندارد. مدت درازی به همین ترتیب نشستیم. آهها و سکسکه های آن زن دیگر کمتر شده بود. مدتی دماغش را بالا کشید و بالاخره خاموش شد. من دیگر خوابم نمی آمد. اما خسته بودم و نشیمنگاه هم درد گرفته بود. اکنون سکوت همه این آدمها بود که برایم طاقت فرسا بود. گاه گاه فقط صدای مخصوصی که نمی آن را تشخیص بدهم به گوشم می خورد. پس از مدتی بالاخره ملتفت شدم که چند تایی از پیرمردها توی لپشان را می مکیدند و این ملچ ملچ عجیب را از خود در می آوردند. به قدری در افکار خود مستغرق بودند که متوجه این کار نبودند و حتی این فکر به من دست داد که این مردهی که میان آنها افتاده است هیچ معنایی از نظر آنها ندارد ولی اکنون درک می کنم که این فکر غلطی بوده. ما همه قهوهی را که دربان درست کرده بود نوشیدیم. بعدش را دیگر نمیدانم شب گذشته بود فقط یادم هست که یک بار چشم گشودم دیدم که پیرمردها به هم تکیه داده خوابیدن غیر از یکی که چانهاش را روی آن دستش که از می میفشرد قرار داده بود و مرا خیره نگاه میکرد مثل اینکه مدتها جز بیدار شدن مرا انتظار نمیکشیده است بعد دوباره خوابم برد به علت درد بیش از پیش نشیمنگاه هم از خواب پریدم روز روی شیشه ها می سورید. اندکی بعد یکی از پیرمردها بیدار شد و خیلی سرفه کرد توی دستمال بزرگ چارخانه ای توف می کرد و هر یک از سرفه هایش مثل این بود که از ته بدنش کنده می شود هم او دیگران را بیدار کرد و دربان بانها با گوشتد کرد که باید بروند آنها بلند شدند. این شب زندهداری ناراحت صورتهاشان را خاکستری کرده بود. وقتی بیرون میرفتند با تعجب سختی که به من دست داده بود همهشان دستم را فشردند. انگار این شب که ما در آن حتی یک کلمه هم رد و بدل نکرده بودیم صمیمیت ما را دوچندان کرده بود. من خسته بودم. دربان مرا به اتاق خود برد که توانستم در آنجا سر و صورتم را مرتب کنم. باز هم شیر قهوه نوشیدم که بسیار خوب بود. آسمان بر فراز تپه هایی که مارانگو را از دریا جدا می کرد انباشته از سرخی بود و نسیمی که از بالای تپه ها می گذشت بوی نمک با خود می آورد. روز بسیار زیبایی در پیش بود. من مدتها که به ده نرفته بودم و فکر می کردم اگر مادرم در میان نبود چه لذتی از گردش امروز می توانستم ببرم. در حیات زیر درخت چناری به انتظار ایستادم. بوی زمین نمناک را فرو می بردم و دیگر خوابم نمی آمد. به فکر همکاران اداریم هم افتادم که در این ساعت همگی برای رفتن به سر کاربر بر می‌خواستند. برای من این لحظه سخت ترین لحظات بود. باز هم اندکی به این چیزها فکر کردم. اما ناگهان صدای زنگی از داخل ساختمان رشته افکارم را گسیخت. پشت پنجره حرکاتی دیده شد. سپس همه جا را آرامش فرا گرفت. آفتاب اندکی در آسمان بیشتر بالا آمده بود. پاهایم داشت داغ می شد. دربان از حیات گذشت به من گفت که مدیر مرا میخواهد به دفترش رفتم. مرا داشت که چند ورقه را امضا کنم. دیدم که سیاه پوشیده بود و شلوار راه راه به پا داشت. تلفن را به دست گرفت و به من گفت معمورین متوفیات یک لحظه پیش آمدند. من میروم که بگویم تابوت را بکوبند. میخواهید یک بار دیگر هم مادرتان را ببینید؟ گفتم نه. در حالی که صدایش را آهسته می کرد به وسیله تلفن دستور داد فیژاک به مأمورین بگویید که می توانند شروع کنند. بعد گفت که او هم در مراسم تدفین شرکت خواهد کرد و من از او تشکر کردم. پشت میزش نشست. پاهای کوچکش را روی هم انداخت و به من اطلاع داد که تنها من و او با پرستار قسمت در مراسم خواهیم بود. به قاعده نوان خانه ای ها نباید در مراسم تدفین شرکت کنند. آنها فقط اجازه دارند که شب زنده کنند. و خاطر نشان ساخت که این مسئله است مربوط به انسانیت، ولی استثنان به یکی از دوستان مادرم به نام توماس پرز اجازه شرکت در این تشیر را داده بود. در اینجا مدیر خندید و به من گفت البته درک می کنید. این یکی از احساسات دوران جوانی است. این پیرمرد و مادر شما یکدیگر را هیچ وقت ترک نمی کردن در نوانخانه. آنها دست میانداختند و, و به پرز میگفتند این نامزد شماست و او میخندید این مطلب برای آنها لذت بخش بود و حقیقت این است که مرگ مادام مرسو زیاد او را متأثر ساخته است گمان میکنم که حق نداشتم به او اجازه ندهم اما به واسطه سفارش پزشک بازرس او را از شب زندهداری معاف کردم مدت درازی خاموش ماندیم. مدیر بلند شد و از پنجره دفتر خود نگاه کرد و پس از لحظه ای گفت آها این کشیش زود آمده است و گفت که برای رفتن به کلیسا که در خود دهکده واقع است دست کم باید سه روب ساعت پیاده روی کرد. پایین آمدیم. جلوی ساختمان کیشیش و دو کودک مرسی خان ایستاده بودند. یکی از این دو بخورسوزی در دست داشت و کشیش برای میزان کردن بلندی زنجیر نقرهی آن به طرف او خم شده بود. وقتی که ما فرارسیدیم کشیش سر برداشت. مرا فرزندم نامید و چند کلمه دیگر هم گفت. بعد داخل شد من هم وی را دنبال کردم. به یک نظر دیدم که میخای تابوت کوبیده شده است و چهار مرد سیاه در اتاق استادند. در همین آن شنیدم که مدیر به من می گفت کالسکی کنار جاده حاضره و کشیش به دعا خواندن مشغول شد. از این لحظه به بعد کارها به سرعت انجام یافت. مردها با تاق شالی به طرف تابوت رفتند. کشیش و همراهانش و مدیر و من خارج شدیم. جلوی در زنی ایستاده بود که من نمی شناختمش. مدیر گفت آقای مرسو اسم این زن را نشنیده بودم. و فقط دانستم که سرپرستار است. او به هیچ لبخندی صورت استخانی و دراز خود را خم کرد. بعد ما برای اینکه جنازه عبور کند صف کشیدیم. بعد به دنبال ها راه افتادیم و از نوانخانه بیرون رفتیم. جلو در کالسکه ایستاده بود. سیاه، دراز و درخشنده بود. آدم را یاد قلمدان میانداخت. پهلوی آن نازم تشریفات بود که مردی کوتاه قد بود. و لباسی خنده آور داشت. با پیرمردی که حرکاتش ساختگی بود. دریافتم که او آقای پرز است. کلاه فوتر نرمی با لبه های پهن و میانگرد به سر داشت. که هنگام عبور جنازه آن را از سر برداشت با لباسی که شلوارش روی کفشهایش افتاده بود و گره کوچک کروات سیاهش که به یخه سفید پیراهن بزرگش خورده بود لبهایش در زیر دماغی که پر از لکه های سیاه بود می لرزید. موهای نرم و سفید او پشت گوش های عجیب و برگشتش ریخته بود. و رنگ قرمز گوش ها روی این صورت رنگ پریده جلب نظر مرا کرد. نازم تشریفات جای هر کدام من را معین کرد. کشیش جلو می رفت پس از او کالسکه. اطراف کالسکه آن چهار مرد مدیر و من سرپرستار و آقای پرز آخر صف بودند. اکنون آسمان انباشته از آفتاب بود. آفتاب کم کم روی زمین سنگینی می کرد و حرارت به سرعت بالا می رفت. نفهمیدم چرا اینقدر دیر حرکت کردیم. گرما را از زیر لباس های تیرم حس می کردم. پیرمرد ریزه و کوتاه که کلاهش را به سر گذاشته بود آن را از نو برداشت. هنگامی که مدیر راجب به او با من حرف میزد به طرفش برگشته نظری به سویش انداختم. مدیر به من گفت که اغلب مادر من و موسی و پرز اصرها به همراهی یک پرستار برای گردش به دهکده می رفتند. به جلگه اطراف خود نظری انداختم. از میان ردیف سنوبرها که به تپه سر بر آسمان کشیده منتهی می شدند و از میان این خاک سبز و خرایی و این خانه های تک تک و مشخص حال مادر خود را در می آفتن. شب در این سرزمین باید همچون حزن حزنگیز باشد. اما امروز آفتاب طاقت فرسا منظره را از دم نظر محو می ساخت. بان آن را روح و افسرده جلوگر می ساخت. به راه افتاده بودیم. در این هنگام بود که درک کردم پرز کمی میلنگد. کالسکه کم کم به سرعت خود می افزود و پیرمرد عقب می ماند. یکی از مردانی که اطراف کالسکه حرکت می کردند نیز عقب ماند و اکنون پا به پای من راه می رفت. از سرعتی که خورشید در بالا آمدن از آسمان داشت در تعجب بودم. ناگهان متوجه شدم که جلگه مدتی است از سر و صدای حشرات و زمزمه علف ها پر شده است. عرق بر گونه هایم روان بود. چون کلاه نداشتم با دستمال خود را باد می زدم. معمور تدفین چیزهایی به من گفت که نشنیدم. در همین هنگام کله خود را با دستمالی که در دست چپ داشت از عرق پاک می کرد. با دست راست کاسکت خود را بلند کرده بود. به او گفتم چی؟ او در حالی که خورشید را نشان میداد تکرار کرد که عجب میزند. گفتم آره پیر بود؟ جواب دادم همچین. چون سن او را دقیق نمیدانستم پس از این خاموش شد. به عقب برگشتم و پرز را که پشت سر به فاصله پنجاه متری می آمد همچنین به مدیر نظر انداختم. بدون کمترین حرکت بیموردی با اهن و طلب راه می آمد. چند قطره عرق روی پیشانیش برق میزد، ولی او آنها را خشک نمیکرد. به نظرم می آمد که دستیه تشیع اندکی تند میرفت. اطراف من همچنان همان جلگه سوزان و انباشته از آفتاب بود. روشنایی آسمان قابل تحمل نبود برای یک لحظه از روی قسمتی از جاده که تازه تعمیرش کرده بودند گذشتیم خورشید غیر جاده را نرم کرده بود پاها در آن فرو می رفت و اندرون درخشانش را نمایان می ساخت. بالای کالسکه کلاه راننده که از چرم درست شده بود به نظر می آمد که گویا به این لجن آغشته شده است. من اندکی میان آسمان آبی و سفید و هماهنگی این رنگ ها سیاهی خیر کننده قبر نمایان شد. سیاهی تیره لباس ها و سیاهی براق کالسکه خود را گم کرده بودم. همه اینها آفتاب بوی چرم و بوی پهن کالسکه بوی رنگ و کندور و خستگی یک شب بیخوابی نگاه من و افکارم را پریشان ساخته بود. یک بار دیگر به عقب برگشتم. پرز به نظرم بسیار دور آمد. در میان مهی از گرما ناپدید بود. بعد دیگر او را ندیدم. با نظر به جست جویش پرداختم و دیدم که از وسط جلگه از راه میونبر می آید. من دیدم که جاده جلوی من پیچ می خورد. فهمیدم پرز که این حوالی را می شناخته راه را خیلی زودتر طی خواهد کرد و ما را خواهد گرفت. سر پیچ جاده به ما ملحق شد. بعد او را گم کردیم. مجددا از راه میانبر میرفت و این عمل چند بار تکرار شد. من حس می کردم که خون روی شقیقه هایم می کوبد. تمام اینها بالاخره با چنان شتاب و تحقق و وضعی عادی گذشت که بیش از این چیزی از آن به یاد ندارم. فقط یک چیز دیگر. موقع ورود به دهکده سرپرستار با من حرف زد. صدای مخصوصی داشت که به صورتش نمی آمد. صدایی موسیقیدار و لرزان. به من گفت اگر آدم آهسته برود خطر آفتاب زدگی تهدیدش می کند. و اگر خیلی تند برود عرق خواهد کرد و در کریسا سرما خواهد خورد. او حق داشت اما جز این چاره ای نبود. باز چند خاطره دیگر از این روز در نظر دارم. مثلا قیافه پرس وقتی برای آخرین بار نزدیک دهکده به ما رسید. قطرات درشت اشک خستگی و رنج روی گونه هایش نشسته بود که به علت چینهای صورتش نمی توانست جاری شود بلکه پخش می شود، دوباره جمع می شد، و روی این صورت واریخته پوششی از آب تشکیل میداد. نیز خاطره کلیسا و دهاتی روی پیاده روها، گلهای شمدانی قرمز رنگ روی قیرهای گورستان. بیهوش شدن پرس که مثل آدمک مومی از هم وارفته می نمود. خاکی که به رنگ خون بود و روی تابوت مادرم ریختند. ریشه های سفید درخت که با آن قاطی شده بود باز جمعیت سر و صدا دهکده انتظار جلوی یک قهوه خانه، صدای یک نواخت موتور و خوشحالی من هنگام ورود اتوبوس به روشنایی های الجزیره و فکر اینکه دوازده ساعت تمام خواهم خوابید. بخش دو هنگامی که بیدار شدم فهمیدم چرا رئیسم موقع تقاضای دو روز مرخصی ناراضی به نظر می رسید. زیرا امروز شنبه بود. درستش را بخواهم بگویم این را فراموش کرده بود. ولی هنگام بیدار شدن این مطلب به فکرم رسید. خیلی طبیعی بود که اربابم فکر کرده است من با روز یک شنبه هم چهار روز تعطیل خواهم داشت. و این برای او نمی توانست است خوشایند باشد. اما از طرفی اگر آنها مادرم را به جای امروز دیروز به خاک می سپردن، تقصیر از من نبود. و از طرف دیگر به هر صورت من شنبه و یک شنبه هم را زیاد در اختیار داشتم. مسلما این مرا از آن باز نمی داشت که در همان دم نارضایتی اربابم را درک کنم. به زحمت از بستر برخواستم. زیرا روز یک شنبه بسیار خسته شده بودم. وقتی که ریشم را می تراشیدم، از خود پرسیدم که چه می خواهم بکنم. و تصمیم گرفتم به شنا بروم. برای رفتن به حمام های بندر تراموایی گرفتم. آنجا در حوزهای شنا آب تنی کردم. آدم های جوان بسیار بودند. در آب ماری کاردونا دوست قدیم اداریم را که همان وقتها خاطر خواهش بودم یافتم. گمان میکنم اون نیز همچنین بود، اما او اندکی بعد رفته بود و ما فرصت نیافته بودیم. کمکش کردم که روی کمربند لاستیکی بنشیند و در این حرکت پستانهایش را با دست مالیدم. هنگامی که او تاق باز روی کمربند دراز کشیده بود من هنوز در آب بودم او به طرف من برگشت موهایش روی چشمش ریخته بود و میخندید از کمربند بالا رفتم و کنارش خزیدم. هوای خوبی بود و مثل اینکه شوخی میکردم گذاشتم که سرم به عقب بیفتد و آن وقت آن را روی شکم او قرار دادم او چیزی نگفت و من به همین حال ماندم. همه آسمان را توی چشمهایم داشتم و آسمان آبی بود و طلایی بود. زیر سرم حس می که شکم ماری به آهستگی می زند. مدت زمانی نیمه بیدار روی لاستیک ماندیم. هنگامی که آفتاب سخت زننده شد او در پرید و من هم دنبالش کردم. او را گرفتم. دستم را دور اندامش حلقه کردم و با هم شنا کردیم. او همین طور می خندید. کنار استخ هنگامی که خود را خشک کردیم به من گفت من قهوه تر از شما هستم. از او خواهش کردم شب با هم به سینما برویم. او باز هم خندید و گفت خیلی دلش می خواهد. فیلمی از فرناندل ببیند. وقتی لباس را پوشیدیم قیافه بسیار متعجبی به خود گرفت. از اینکه دید که روات سیاه بستم و از من پرسید آیا ازادار هستم؟ به او گفتم که مادرم مرده است. چون میخواست بداند کی جواب دادم دیروز. او کمی یکی خورد ولی هیچ به روی خودش نیاورد. میخواستم به او بگویم که این تقصیر من نبوده است اما جلوی خودم را گرفتم چون فکر کردم که همین مطلب را به رئیسم گفته بودم. این تذکر بیمعنی بود. هرچه باشد آدم همیشه کمی خطاکار است. شب ماری همه چیز را فراموش کرده بود. فیلم گاه گاه خنددار می شد اما از این گذشته راستی احمقانه بود. پایش چسبیده به پای من بود. پستانهایش را نوازش می دادم. نزدیک آخر سکانس او را بوسیدم. اما بعد هنگامی که خارج شدیم او به خانه آمد. وقتی که بیدار شدم ماری رفته بود. به من گفته بود که باید پیش امهش برود. به خاطرم رسید که امروز یک شنبه است و این کسلم کرد. یک شنبه را دوست ندارم. آنگاه غلطی توی رخت خوابم زدم. در بالش بوی نمکی را که زولف های ماری باقی گذاشته بود جستجو کردم و تا ساعت ده خوابیدم. بعد همونطور که دراز کشیده بودم تا ظهر سیگار کشیدم. نهار را نمیخواستم بنا به عادت پیش سلست بخورم. زیرا محققا سال پیچم میکردند و من این را دوست نداشتم. چند تخم مرغی پخته کردم و در همان ظرف بینان خوردم زیرا دیگر نان در خانه نداشتم و نمیخواستم برای خرید آن پایین بروم پس از نهار کمی کسل شدم و در ساختمان به قدم زدن پرداختم وقتی که مادرم اینجا بود خانه جمع و جور بود اما اکنون برایم بسیار بزرگ بود و بایستی میز اتاق نهارخوری را به اتاق خودم منتقل کنم. من فقط در همین اتاق زندگی می کردم. بین سندلی های حسیری گود شده و گنجه که آینش زرد شده بود و میز آرایش و تخت خواب مسیم. ما بقی بیکاره افتاده بود. اندکی بعد، برای اینکه کاری کرده باشم روزنامه کهنه به دست آوردم و خواندم اعلان نمک کروشم را از آن کندم و به دفترچه که مطالب جالب روزنامه را در آن قرار می دادم چسباندم. بالاخره دست و روی خود را شستم و دست آخر توی محتابی رفتم. اتاق من رو به خیابان اصلی حومه باز می شود. بعد از ظهر خوبی بود. با وجود این فرش کف خیابان چرب بود و مردم تک تک ولی باز هم با عجله می گذشتند. اول خانوادههایی بودند که به گردش می رفتند. دو پسر بچه با لباس ملاحان و شلوارهایی تا زیر زانو که در لباسهای شق و رقشان اندکی ناراحت بودند و دختر بچه با یک روبان گره خورده قرمز بزرگ و کفش های سیاه براق دنبال آنها. مادر چاق بود با پیراهن ابریشمی قهوه‌ای و پدرشان که مرد ریزه بسیار لاغری بود و من او را دورا دور می کلاه حسیری به سرش بود. پاپیون زده بود و اصایی به دست داشت. وقتی که او را با زنش دیدم فهمیدم که چرا در محل شایع شده که او سرشناس است. اندکی بعد جوانان هومه با موهای روغن زده و کروات قرمز نیمتنه بسیار تنگ با پوست گلدوزی شده و کفش نکپه گذشتند. به نظرم رسید که به سینمای مرکز شهر می روند. از این جهت بود که به این زودی حرکت کرده بودند و در حالی که بلند می خندیدن برای رسیدن به تراموا عجله می کردند. پس از آنان خیابان کم کم خلوت شد. دیگر گمان می کنم همه جا نمای شروع شده بود. توی خیابان غیر از دکانداران و گربه ها جنبنده یافت نمی شد. بر فراز درخت هایی که دو طرف خیابان بود آسمان صاف بود. ولی درخشندگی نداشت. روی پیاده روی مقابل تنباکو فروش سندلیش را بیرون آورد. آنگاه جلوی دکان گذاشت و در حالی که دو دست خود را روی پشتی صندلی قرار داد وارونه روی آن نشست. ترامواها که تا چند دقیقه پیش مملو از جمعیت بودند اکنون تقریبا خالی به نظر می رسیدند. در قهوه کوچک پیرو پهلوی تنباکو فروش گارسون از کف تالار خالی قهوهخانه خاک اره ها را می روفت. حقیقتا یک شنبه بود. من صندلی خود را برگرداندم و مثل تنباکو فروش روی آن نشستم. چون این طرز نشستن را راحت یافته بودم. دو تا سیگار کشیدم برای برداشتن یک تکه شکلات به داخل اتاق رفتم و دوباره برای خوردن آن به طرف پنجره برگشتم. اندکی بعد آسمان تیره شد و به دلم گذشت که اکنون یک رگبار تابستانی خواهد بارید. با وجود این ابرها کم کم پراکنده شدند ولی عبور ابرها از روی خیابان چیزی مثل وعده یک باران باقی گذاشت که آن را تیره تر ساخت. مدت زمانی به آسمان نگاه کردم. ساعت پنج ترامواها با سر و صدا رسیدند. از میدان ورزش هومه دسته های تماشاچیان را در حالی که همچون خوشه ها روی پله ها و کناره های آنها آویزان شده بودند برگردانیدند. ترامواهای بعدی ورزشکاران را مراجعت داد که من از چمدانهای کوچکشان آنها را شناختم. آنها با تمام قوا آواز می‌خواندند و فریاد میکشیدند که کلوبهاشان برقرار بماند. اده زیادی برایم سر و دست تکان دادند. حتی یکی به طرف من فریاد کشید ازشان بردیم و من در جواب با تکان دادن سر گفتم آره. از این لحظه به بعد رفت و آمد اتوبوس ها رو به افزونی گذاشت. روز باز هم اندکی دگرگون شد. بالای بام ها آسمان قرمز رنگ شده بود. و با غروب که در می رسید کوچه ها پر سر و صدا شده بود. گردش کنندگان کم کم بر می گشتن. آقای سرشناس را در میان دیگران دیدم. بچه ها گریه می کردند و خودشان را روی زمین می کشیدند. به زودی سینماهای محل موجی از تماشاچیان را توی خیابان خالی کردند. در میان آنان جوانان جست های مصممتر و جدیتر از وضع عادی داشتند و من گمان کردم که باید فیلم پرحادثه ای را دیده باشند. آنها جدیتر به نظر می آمدند و هنوز می خندیدند. اما گاه گاهی خسته و اندیشناک می نمودند. همه اینها در کوچه ماندند و روی پیاده روی روبرو می آمدند و می رفتند. دخترهای جوان محله با موهای باز بازوی یکدیگر را گرفته بودند. پسرها ردیف شده بودند برای اینکه صف آنها را بشکنند و به آنها متلک می گفتند. و دخترها در حالی که سرشان را برمیگردانیدند می خندیدند. بسیاری از بین آنها که من می برایم سر و دست تکان می دادند. چراغهای خیابان ناگهان روشن شد. و اولین ستاره هایی را که در آسمان بالا می آمدند که در ساخت. حس کردم چشمهایم با این طرز نگاه کردن پیادروهایی که از آدم و روشنایی باز شده بود خسته شده است. چراغها کف خیابان را که چرب بود و ترانواها را برق انداخته بود و به فاصله های معین اشعه خود را روی موهای براق روی یک لبخند یا روی یک بازوبند نقره ای می افکندند. کمی بعد با کم شدن ترامواها و سیاهی شب در بالای درختها و چراغها محل آهسته آهسته خالی شد. به حدی که اولین گربه به آهستگی از میان خیابانی که از نو خلوت شده بود گذشت. آن وقت فکر کردم که باید شام خورد. گردنم از اینکه مدتی آن را به لبه پشتی صندلی تکیه داده بودم کمی درد می کرد. پایین آمدم. نان و قاطق خریدم. آشپزیم را خودم کردم و ایستاده شامم را خوردم. باز هم خواستم سیگاری کنار پنجره بکشم اما هوا خنک شده بود و کمی سردم شد. پنجره را بستم و چون برگشتم در آینه آن گوشه میزم که روی آن چراغ الکلی با تکه های نان پهلوی هم گذاشته بود دیدم. فکر کردم که این یک شنبه هم مانند یک شنبه های دیگر گذشت و مادرم اکنون به خاک سپرده شده است و فردا دوباره به سر کار خواهم رفت و از همه اینها گذشته هیچ تغییری حاصل نشده است. بخش 3 امروز در اداره خیلی کار کردم. رئیس مهربان شده بود. از من پرسید آیا زیاد خسته نشدم؟ و نیز میخواست سن مادرم را بداند. برای اینکه اشتباهی نکرده باشم گفتم شست سالی داشت و نفهمیدم چرا حالت تسکین به خود گرفت و این مطلب را کار تمام شده تلقی کرد. یک دسته بارنامه روی میز انباشته بود که بایستی به همه آنها رسیدگی کنم. پیش از اینکه اداره را برای رفتن به نهار ترک کنم دستهایم را شستم. هنگام ظهر این کار را بسیار دوست دارم اما غروب کمتر از آن لذت برم. زیرا حوله ای که باید به کار ببرم کاملا مرتوب است چون همه روز به کار برده شده است. این مطلب را روزی به رئیس تذکر دادم. جوابم داد که این موضوع قابل تأسف است. ولی در این حال مطلب بی اهمیتی است. کمی دیرتر از معمول نیم بعد از ظهر با امانوئل که در شعبه ارسال مرسولات کار می کند بیرون رفتیم. اداره رو به دریا باز می شود و ما لحظه ای را به این گذراندیم که به کشتی های باری در بندر سوزان از آفتاب نگاه کنیم. در این لحظه کامیونی در میان هم همه ای از سر و صدای موتور خود و زنجیرهایش رسید. امانوئل از من پرسید چطور است با آن برویم و من شروع به دویدن کردم. کامیون از ما گذشت و ما به دنبالش دویدیم. من در صدا و گرد و خاک ناپدید شده بودم. دیگر چیزی نمی دیدم و حس نمی کردم. مگر جهش نامرتب دوی خودم را میان جر سقیل ها و ماشین و دکل که بالای افق می و بدنه کشتی که از کنارشان می گذشتیم. ابتدا من به کامیون رسیدم و خود را به درون آن پرتاب کردم. سپس به امانوئل کمک کردم او هم سوار شد. به نفس نفس افتاده بودیم. کامیون روی سنگهای پست و بلند بارانداز از وسط گرد و خاک و آفتاب میگذشت امانوئل از ته دل می خندید. عرقریزان به مهمانخانه سلست رسیدیم او مثل همیشه با شکم گنده پیشبند بسته و با سبیل سفیدش حاضر بود از من پرسید که با همه اینها حالم خوب است به او گفتم بله و گفتم که گرسنم. غذا را تند خوردم و قهوه آشامیدم. بعد به منزل برگشتم. چون شراب زیاد نوشیده بودم کمی خوابیدم. وقتی که بیدار شدم دلم میخواست سیگار بکشم. دیر شده بود. برای اینکه به ترانوا برسم دویدم. تمام بعد از ظهر را کار کردم. در اداره هوا بسیار گرم بود و عصر وقتی که خارج شدم از اینکه با تفنن پیاده از کنار بارانداز مراجعت خواهم کرد خوشحال بودم. آسمان سبز رنگ بود. من راضی بودم. با این همه یک راست به منزل برگشتم. چون میخواستم سیب زمینی به جوشانم. وقتی که بالا میرفتم در پلکان تاریک به سالامانوی پیر همسایه دیوار به دیوار اتاقم برخوردم. با سگش بود. هشت سال بود که این دو با هم دیده می شدن. این سگ یک مرض جلدی داشت. گمان می کنم سرخی آورده بود که تمام پشمهایش را ریخته بود و بدنش را از لکه های قهوهی رنگ پوشانده بود. سالامانوی پیر از بس به تنهایی با این سگ در یک اتاق کوچک زندگی کرده بود کم کم شبیه او شده بود. او هم لکه های قرمز رنگی روی صورت داشت. و موهایش زرد رنگ و تنک بود. سگ قوزکرده کرده راه رفتن را از اربابش یاد گرفته بود و گردنش کشیده. آن دو مثل این بود که از یک نژادند ولی از هم متنفر بودند. دو دفعه در روز ساعت یازده و ساعت شش پیرمرد سگش را برای گردش به همراه می برد. هشت سال بود که خط سیر گردش خود را تغییر نداده بودند. آنها همیشه در درازای خیابان لبون دیده می شدند. که سگ پیرمرد را آنقدر می کشید که پای سالامانوی پیر بپیچد. آن وقت سگش را می زند و دشنام می دهد. سگ از غضب به خود می پیچد و تسلیم می شود. از این لحظه به بعد پیرمرد باید او را بکشد. هنگامی که سگ این حادثه را فراموش کرد باز ارباب خود را می کشد و دوباره کتک خورده ناسزا می شنود. آن وقت هر دو کنار پیاده رو می استند و سگ با وحشت و مرد با کینه به یکدیگر نگاه می کنند. هر روز چنین است. وقتی که سگ می خواهد بشاشد پیره مرد مهلتش نمی دهد و باز هم او را می کشد. و سگ یک رشته قطرات چکیده به دنبال خود باقی می گذارد. اگر احیانا در اتاق این کار را بکند باز هم کتک می خورد. هشت سال است که این کار ادامه دارد. سلست همیشه می گوید که بدبخت است. اما باطن ام را هیچ کس نمی تواند بفهمد. وقتی که در پلکان به او رسیدم سالامانو داشت به سگش دشنام می داد. به او می گفت کسیف متعفن و سگ ناله می کرد. به او گفتم شب بخیر. خیر. اما پیرمرد همونطور فوش میداد. آنقدر از او پرسیدم مگر سگ چه خلافی مرتکب شده است؟ جوابی نداد. فقط می گفت کسیف متعفن. حد زدم که پیرمرد روی سگش خم شده و گردم بندش را مرتب می کند. من حرفم را بلندتر زدم. آن وقت بیان که برگردد با خشمی که فرو برده بود به من جواب داد همینطور است. بعد در حالی که حیوان را به دنبال خود می کشید و حیوان روی چهار تا پایش کشیده می شود و ناله می کرد راه افتاد. درست در همین لحظه دومین دو همسایه دیوار به دیوار من داخل شد. در محله شایع است که از راه زنها نان می خورد. اگر کسی احیانا شغلش را بپرسد این طور می گوید. انبار دارم. به طور کلی هیچ کس دوستش ندارد. اغلب با من درد دل می کند و گاهی برای اینکه به صحبتهایش گوش بدهم لحظه ای به اتاقم می آید. من آنچه را که می گوید جالب می آبم. وانگهی هیچ دلیلی نمی بینم که با او حرف نزنم. اسمش ریمون سنتنس است. قدی کوتاه، شانه ای په و دماغی مثل بکسورها دارد. لباسش همیشه خیلی مرتب است او هم در مورد سالامانو به من گفت این شخص بدبخت نیست از من پرسید آیا از او متنفر نیستم و من جواب دادم که نه از پلکان بالا رفتیم و هنگامی که خواستم از او جدا شوم به من گفت من در اتاقم قرمه و شراب دارم میل دارید با هم یک لقمه بخوریم فکر کردم قبول این دعوت مرا از غذا پختن باز خواهد داشت و قبول کردم. او هم جز یک اتاق با آشپزخانه بیپنجره بی پنجره چیزی ندارد. بالای تختش مجسمه فرشته ای از مرمر بدلی به رنگ سفید و قرمز چند عکس از قهرمانان ورزش و دو یا سه عکس از زنهای لخت را داشت. اتاق کثیف و تخت خواب نامرتب بود. ابتدا چراغ نفتیش را روشن کرد. بعد پارچه زخم بندی بسیار کثیفی را از جیب خود بیرون آورد و دست راست خود را با آن بست. از او پرسیدم چطور شده؟ گفت با مردی که پشت سرش حرف میزده دعوا کرده است. به من گفت ملتفه دست آقای های مرسو من شرور نیستم ولی حساسم. یارو به من گفت اگر مردی از تراموا پیاده شد. به او گفتم برو آرام باش. بعد به من گفت مرد نیستم. آن وقت من پیاده شدم و به او گفتم خفه شو. برایت بهتر است و الا آدمت خواهم کرد. جواب داد چطور؟ آن وقت یکی به او زدم افتاد. رفتم دوباره بلندش کنم اما همانطور از زمین چند لگت به من زد. آن وقت من هم با زانویم او را کوبیدم و دو تا سقلمه به او زدم. صورتش خونالود شد. از او پرسیدم آدم شدی؟ گفت بله. در تمام این مدت سنتست پانسمانش را مرتب می کرد. من روی تخت نشسته بودم. او به من گفت بدین ترتیب می بینید که من گناهی ندارم. تقصیر او بود. این راست بود و من تصدیق کردم. آنگاه به من گفت که درست درباره این مطلب از من نظر می خواهد. از من که مردی هستم آشنا به زندگیم و می توانم به او کمک کنم و اینکه بالاخره رفیق او هستم من جوابی ندادمش و او باز سوال کرد که آیا می خواهم رفیقش باشم جواب دادم که فرقی نمی کند آنگاه او قیافه راضی به خود گرفت قرمه را بیرون آورد آن را روی بخاری گرم کرد. لیوانها و بشقابها را با دو شیشه شراب روی میز قرار داد. همه اینها در سکوت انجام گرفت. بعد نشستیم. در حین غذا خوردن شروع کرد سرگذشت خود را برایم بگوید. ابتدا کمی مردد ماند. من با زنی آشنا بودم. می شود گفت رفیقم بود. مردی که با او دعوا کرده بود برادر این زن بوده. به من گفت مخارج این زن را متحمل می شده. جوابی ندادم و با این وجود او سخن خود را دنبال کرد و گفت آنچه را مردم محله راجع به او می گویند می داند. اما او برای خودش وجدانی دارد و بالاخره انباردار است. به من گفت برای اینکه ماجرایم را بهتر درک کنی این را باید بگویم که بالاخره فهمیدم در این میان فریب در کار است. او مایحتاج زندگی این زن را تأمین می کرده. اجاره اتاقش را می داده و روزی بیست فرانک برای خوراک روزانش می پرداخته. سیصد فرانک کرایی اتاق، ششصد فرانک خرج روزانه، گاه گاهی هم یک جفت جوراب. روی هم رفته می شود هزار فرانک. و خانم هیچ کار نمی کردند. اما به من می گفت مسلم است که با این مبلغ نمی تواند خودش را اداره کند. با وجود این به او می گفتم برای چه نصف روز را کار نمی کنی؟ در این صورت مرا از شر این خورده خرج ها خلاص خواهی کرد. در این ماه برایت یک دست لباس خریدم. روزی بیست فرانک به تو می دهم. کرایه اتاقت را میپردازم و تو بعد از ظهر با رفقایت قهوه می نوشی. تو به آنها قهوه با قند می دهی و من به تو پول می دهم. من با تو به نیکی رفتار کردم و تو در عوض بد رفتاری می کنی. اما او کار نمی کرد. همیشه می گفت که این مبلغ مخارجش را کفایت نمی کند. و از اینجا بود که فهمیدم فریبی در کار است. آن وقت برایم تعریف کرد که یک بلیت لاتاری در کیف رفیقش یافته بود که او نتوانسته بود توضیح بدهد که چگونه آن را خریده. کمی بعد در اتاق او یک قبض بانک رهنی یافته بود که نشان میداد او دو تا دستبند به گرو گذاشته بود و او تا آن موقع از وجود این دستبندها بیخبر بوده است. کاملا یقین کردم که فریب در کار است. آن وقت او را ترک کردم اما اول زدمش و بعد حقایق را برای شرح دادم. به او گفتم آنچه را که میخواسته ای این بوده که خودت را با فلانت سرگرم کنی. همانطور که به او گفتم ملتفتید آقای مرسو گفتم تو نمی که مردم حسرت خوشبختی و سعادتی را می که من به تو می دهم. تو بعدها قدر و قیمت این سعادتی را که داشته ای خواهی فهمید. بعد به قصد کشت او را زده بود. سابقا او را نمی زده. من او را می زدم. اما اگر به شود گفت با مهربانی. او کمی داد می زد و من پنجره ها را می بستم و همیشه به همین جا ختم میشد. شد. ولی اکنون قضیه جدی است و به نظرم هنوز او را کاملا تنبیه نکردم. آن وقت توضیح داد که در همین واقع است که محتاج به راهنمایی است برای اینکه فتیله چراغ را درست کند که دود میزد سخن خود را قطع کرد من در تمام مدت به او گوش میدادم تقریبا یک لیتر شراب نوشیده بودم و گرمای زیادی در شقیقه هایم حس می کردم. چون سیگار نداشتم از سیگارهای ریمون می کشیدم. آخرین ترانواها میگذشتند و با خود سر و صدای هومه را که اکنون فرو نشسته بود میبردند. ریمون ادامه داد آنچه که او را آزار می دهد، این است که او باز هم رفیقش را دوست می دارد. با این وجود میخواست او را تنبیه کند. اول فکر کرده بود که او را به مهمان خانهی ببرد و پاسبانها را صدا بزند برای اینکه جنجالی راه بیاندازد، و او را فاحشه رسمی اعلام کنند بعد پیش دوستانی که در این حرفه داشت رفته بود آنها چیزی به عقلشان نرسیده بود به همین علت ریمون برایم گفت تازه اهل بخیه هم که باشی این دردسرها هست همین مطلب را به رفقایش گفته بود و آن وقت آنها پیشنهاد کرده بودند که او را نشاندار کند اما این آن چیزی نبود که او میخواست و حالا میخواست که فکری بکند. اما ابتدا نظر مرا در این مورد میخواست. وانگهی قبل از اظهار نظرم میخواست بداند که عقیده راجع به این حادثه چیست. به او گفتم عقیده ای ندارم و مطلب جالبی است. سوال کرد آیا فریبی در این واقعه نمیابم؟ و من به نظرم میامد که فریبی در کار است. اما هرگز نمیشد فهمید که من بتوانم درک کنم که آن زن مستحق تنبیه هست یا نه یا اینکه اگر من به جای او بودم چه می کردم. اما فهمیدم که او مایل است رفیقه خود را تنبیه کند باز کمی شراب نوشیدم او سیگاری آتش زد و نقشه اصلی خود را بیان کرد میخواست کاغذی به آن زن بنویسد با توپ و تشر در عین حال با چیزهایی که او را پشیمان کند. بعد وقتی که نزدش برگشت با او خواهد خوابید و درست هنگام ختم عمل توفی به صورتش خواهد انداخت و از در بیرونش خواهد کرد. فکر کردم که رفیقش واقعا با این روش تنبیه خواهد شد. اما ریمون اظهار کرد که خودش قادر نیست نامه ای را که شایسته است به رفیقش بنویسد و به این نتیجه رسیده است که برای نوشتن کاغذ به من رجوع کند. چون چیزی نمی گفتم از من پرسید آیا برای من زحمتی خواهد داشت که همکنون آن را بنویسم؟ و من جواب دادم که نه. آنگاه پس از آشامیدن یک گیلاس شراب بلند شد. بشقابها و کمی قرمه سرد شده را که زیاد مانده بود به کناری زد. با دقت روپوش رنگ شده میز را پاک کرد از قفسه پهلوی تخت خوابش یک برگ کاغذ شطرنجی یک پاکت زرد یک قلم چوبی قرمز رنگ و یک دوات مکعب شکل با جوهر بنفش بیرون آورد وقتی که اسم آن زن را به من گفت فهمیدم که از اهالی بومی الجزیره است کاغذ را نوشتم کمی سرسری نوشتم ولی خود را موظف دیدم که ریمون را راضی کنم زیرا علتی موجود نبود که او را ناراضی کنم بعد کاغذ را با صدای بلند خواندم او در حالی که سیگار میکشید و سرش را تکان میداد گوش می کرد. بعد از من خواست که آن را دوباره بخوانم کاملا راضی بود به من گفت خوب میدانستم که تو به زندگی آشنایی. ابتدا ملتفت نبودم که به من تو خطاب می کند. این را هنگامی فهمیدم که گفت اکنون تو رفیق حقیقی منی. و این مطلب باعث تعجب من شد. او جملهش را تکرار کرد و من گفتم خوب. برای من فرقی نمی کرد که رفیقش باشم یا نه. ولی او واقعا پیدا بود که دلش هوای این مطلب را دارد. سر پاکت را چسبانید و شرابمان را تمام کردیم. بعد یک لحظه در حال سیگار کشیدن ساکت ماندیم. در بیرون همه چیز آرام بود و حرکت اتومبیلی را که میگذشت شنیدیم. گفتم دیر شده است. ریمون همینطور فکر می کرد. یادآوری کرد که چه زود وقت گذشت. از یک جهت صحیح می گفت من خوابم می آمد. اما زورم می آمد بلند شوم. لابد سر و خیلی خسته ای داشتم. چون که ریمون گفت نباید جلوی خودم را ول کنم. اول نفهمیدم و او توضیح داد که مرگ مادر مرا فهمیده است. ولی این واقعه امروز یا فردا بالاخره باید می رسید. نظر من هم همین بود. بلند شدم. ریمون دستم را محکم فشار داد و گفت که میان مردها همیشه حسن تفاهم برقرار است. از اتاقش که بیرون آمدم، در را بستم و یک لحظه در تاریکی راه رو ایستادم. خانه آرام بود و از اعماق دخمه نسیم تاریک و مرتوبی میوزید. من جز زربان خونم را که در گوشم زمزمه میکرد نمیشنیدم. و بی حرکت مانده بودم. بعد در اتاق سالمانوی پیر سگ با سنگینی زوزه میکشید. کشید. تمام هفته را حسابی کار کردم. ریمون پیشم آمد و گفت نامه را فرستاده است. دو دفعه با امانوئل به سینما رفتم و او آنچه را که از روی پرده میگذشت نمیفهمید. آن وقت می بایست برایش توضیح بدهم. دیروز شنبه بود. همانطور که قرار گذاشته بودیم ماری آمد. خیلی دلم برایش رفت. زیرا پیراهن قشنگ راه راه قرمز و سفیدی پوشیده بود و سندلهای چرمی به پا داشت. از زیر لباس پستانهای سفتش خودنمایی می کرد و سوختگی آفتاب به او صورتی شبیه به گل داده بود. اتوبوسی گرفتیم و به چند کیلومتری الجزیره به کناره دنجی رفتیم که در میان تخت سنگهای دریایی فشرده شده بود و از طرف خشکی به نیهای ساحلی خط می‌شد. آفتاب ساعت چهار زیاد گرم نبود اما آب با امواج ریز و کشیده و تنبلش و لرم بود. ماری یک بازی به من یاد داد در حال شنا کفها را روی امواج در دهان خود جمع می کرد و فورا تاق باز می شد و کفها را به طرف آسمان می پاشید. این کار سبب می شد که توری و لرم به صورت من می ریخت. اما مدتی نگذشت که دهانم از شوری و تلخی نمک سوخت. آنگاه ماری خودش را به من رساند و در آب به گردنم آویخت. دهانش را به دهان من چسبانید. زبانش لبهای سوزان مرا تازه کرد و لحظه ای به همین طرز در آب غلطیدم. وقتی که در کنار لباس پوشیدم، ماری با چشمانی درخشنده مرا نگاه می کرد. او را در آغوش گرفتم. از این لحظه به بعد دیگر حرفی نزدیم. من او را به سینم چسبانیده بودم و عجله داشتیم که زودتر اتوبوسی بگیریم و برگردیم. به خانم برویم و خود را روی تختم بیاندازیم. پنجرهام را باز گذاشتم و احساس گذر شب تابستان بر روی بدنهای سوختمان لذتی داشت. امروز صبح ماری ماند و به او گفتم که نهار را با هم خواهیم خورد. برای خریدن گوشت پایین رفتم. موقع برگشتن صدای زنی از اتاق ریمون به گوشم رسید. کمی بعد سالامانوی پیر به سگش غرولند کرد. ما صدای کفش او و چنگال حیوان را روی پله های چوبی پلکان شنیدیم و بعد کسیف متعفن. آنها رفتند بیرون توی کوچه. سرگذشت پیرمرد را برای ماری نقل کردم و او خندید. یکی از پیژامه‌های مرا که آستینهایش را بالا زده بود پوشید. هنگامی که خندید دوباره دلم هوایش را کرد. لحظه ای بعد پرسید آیا دوستش دارم؟ در جواب گفتم این حرف مفهومی ندارد ولی خیال می کنم نه. او قیافه غمگینی گرفت. اما هنگام تهیه نهار و بی این که هیچ موضوعی در کار باشد باز خندید. به قسمی که او را بوسیدند. در این لحظه بود که سر و صدای جنجالی از اتاق ریمون برخاست. ابتدا صدای زیر زنی بود و بعد صدای ریمون شنیده شد که می گفت تو مرا گول زدی، مرا فریب دادی. می خواهم به تو بفهمانم که مرا گول زدی. چند صدای سنگین شنیده شد و زن جیغ کشید و با چنان فریاد وحشتناکی که ناگهان راه رو از مردم پر شد. ماری و من نیز خارج شدیم. زن دائما فریاد میکشید و ریمون دائما او را میزد. ماری به من گفت که این عمل خیلی وحشیانه است و من جوابی ندادم. از من خواهش کرد بروم پاسبان صدا کنم. ولی به او گفتم که پاسبان ها را دوست نمی دارن. به علاوه پاسبانی با مستجر طبقه دوم که لوله کش بود آمد. پاسبان در را کوبید که دیگر صدایی شنیده نشد. محکمتر به در زد و پس از لحظه ای صدای گریه زن بلند شد و ریمون در را باز کرد. سیگاری به لب داشت و قیافه حق به جانبی به خود گرفته بود. زن به طرف در دوید به پاسبان گفت که ریمون او را زده است. پاسبان گفت اسمت ریمون جواب داد. پاسبان گفت وقتی با من حرف میزنی سیگارت رو از دهانت بردار. ریمون مردد ماند. نگاهی به من کرد و سیگارش را در دست نگه داشت. در این لحظه پاسبان با تمام کف دستش سیلی سنگین و محکمی روی گونه او زد. سیگار چند متر دورتر پرتاب شد. ریمون ویافش تغییر کرد اما در آن لحظه چیزی نگفت. و بعد با لحنی از سر فروتنی پرسید آیا می تواند ته سیگارش را بردارد؟ پاسبان گفت که می تواند و افزود اما دفعه دیگر فهمیده ای که پاسبان یک پهلوان کچل نیست. در تمام این مدت دختر گریه می کرد و پشت سر هم می گفت او مرا زده است. او جاکش است. آنگاه ریمون گفت آقای پاسبان کجای قانون نوشته شده است که به یک مرد بگویند جاکش ولی پاسبان دستور داد که خفه بشود آنگاه ریمون به طرف دختر برگشت و به او گفت دختر جان صبر کن باز هم یکدیگر را خواهیم دید پاسبان به او گفت که خفه بشود و گفت که دختر راه بیفتد و او در اتاقش بماند و منتظر باشد تا از کلانتری احزارش کنند و افزود که ریمون باید خجالت بکشد از آنکه آنقدر مست است که اینجور میلرزد در این هنگام ریمون جواب داد من مست نیستم آقای پاسبان فقط اگر مقابل شما میلرزم دست خودم نیست ریمون در اتاقش را بست و همه رفتند ماری و من دوباره مشغول تهیه نهار شدیم اما او گرسنه نبود. تقریبا همه را من خوردم. او ساعت یک رفت و من کمی خوابیدم. نزدیک ساعت سه در اتاق را کوبیدند و ریمان داخل شد. من همانطور دراز کشیده بودم. او کنار تخت خوابم نشست. مدتی ساکت ماند و من پرسیدم قضیه از چه قرار گذشته است. برایم شرح داد که او آنچه را میخواسته است کرده. اما آن زن یک سیلی به او زده بود و آن وقت او کتکش زده بود بقیه را هم خودم دیده بودم به او گفتم به نظر می آمد که اکنون آن زن کاملا به سزای خود رسیده است و او باید راضی باشد نظر خودش هم همین بود و گفت که پاسبان عمل ای انجام داده و عمل او در کتکهایی که آن زن خورده تأثیری نداشته است و افزود که پاسبانها را به خوبی می شناسد و می داند که چگونه باید با آنها کنار آمد. آنگاه از من پرسید آیا هیچ منتظر بودم؟ او به سیلی پاسبان جوابی بدهد؟ جواب دادم که من به کلی هیچ انتظاری نداشتم و گفتم علاوه بر این پاسبانها را دوست ندارم. ریمان قیافه خیلی راضی داشت. از من سوال کرد آیا مایلم با او بیرون بروم؟ من بلند شدم و به شانه زدن موهایم پرداختم. آنگاه به من گفت که باید شاهد او باشم. برای من فرقی نداشت. اما نمیدانستم چه باید بگویم. به عقیده ریمون کافی بود شهادت بدم که این دختر او را فریب داده است. من قبول کردم که شاهد او باشم. خارج شدیم و ریمون به من یک عرق عالی داد. بعد خواست یک دست بیلیارد بازی کند و من خوب بازی نکردم. بلافاصله فاصله میخواست به جند خانه برود. اما من گفتم نه. چون آنجا را دوست نداشتم. آنگاه آهسته آهسته مراجعت کردیم و اون به من میگفت از اینکه موفق شده رفیقه خود را تنبیه کند چقدر خوشحال است. من او را خیلی مهربان و معدب یافتم و فکر کردم چه خوش گذشت. از دور در آستانه در سالمانوی پیر را دیدم که حالت مستربی داشت. وقتی نزدیک شدم دیدم سگش همراهش نیست. تمام گوشه را نگاه می کرد. روی پاشنه پای خود به هر طرف می چرخید. سعی می کرد در تاریکی دالان نفوذ کند. زیر لب و پشت سر هم کلمات بریده بریده ای می گفت و دوباره با چشم های ریز و قرمزش کوچه را ورانداز می کرد. وقتی ریمون ازش سال کرد چش هست فورا جواب نداد. خیلی مبهم شنیدم که اینطور زمزمه می کرد. کسیف متعفن و همینطور تکان می خورد. از او پرسیدم سگش کجاست؟ خیلی خوش جواب داد که رفته است. بعد ناگهان به تندی شروع به صحبت کرد. بنا به عادت او را به میدان عشق بردم. جمعیت زیادی دور دکه قربتی ها بود. ایستادم که نمایش شاه فراری را ببینم و وقتی خواستم برگردم او دیگر نبود. درست است که مدتی بود در نظر داشتم گردم بند تنگتری برایش بخرم. ولی هیچ وقت باور نمی کردم که این متعفن این طور از چنگم در برود. ریمون گفت که سگ ها ممکن است گم بشوند ولی برخواهند گشت و برای اثبات ادعایش از سگ هایی که ده کیلومتر راه پیمودند تا صاحبانشان را بیابند مثال آورد. با وجود این پیرمرد بسیار مستره بود. او را از من خواهند گرفت. میفهمید تازه کاش کسی نگاهش بدارد اما این امر غیر ممکن است و همه مردم از لکه های بدنش مشمعز خواهند شد. پاسبانها او را خواهند کشت. حتما اینطور است. به او گفتم به استبل نگهداری حیوانات گم شده مراجعه کند و سگش را در مقابل مزدی که می پردازد برگرداند. از من پرسید آیا مزد این کار خیلی گران است؟ من نمیدانستم. آن وقت او خشمناک شد. پول برای این موجود متعفن خرج کنم. آه کاش سقط شود. و بنا کرد به حیوان فرش دادن. ریمون خندید و داخل منزل شد. من به دنبال او تو رفتم و در راه رو از هم جدا شدیم. یک لحظه بعد صدای پیرمرد را شنیدم که در را کوبید. وقتی در را باز کردم لحظه ای در آستانه آن ایستاد و به من گفت مذرت میخوام. معذرت میخوام. او را به داخل خواندم ولی او نخواست. چشمانش را به نوک کفشش دوخته بود و دستهای لکهدارش میلرزید. بیان که به صورتم نگاه کند از من پرسید آیا کسی سگ را برایم نمیگیرد؟ بگویید آقای مرسو. آیا می آیند او را به من برگردانند؟ وگرنه چه بر سر من خواهد آمد؟ به او گفتم که در آن استب سه روز سگها را به خرج صاحبشان نگاه خواهند داشت و بعد هر جور که دلشان بخواهد با آنها رفتار خواهند کرد. با سکوت مرا نگاه کرد. بعد به من گفت شب بخیر. در اتاقش را بست و من رفت و آمدش را می شنیدم. تختش صدا کرد و از صدای عجیب و کوتاهی که از تیغه میان دو اتاق می گذشت فهمیدم که گریه می کند. نفهمیدم چرا به فکر مادرم افتادم. لازم بود فردا زود بلند شوم. گرسته نبودم و بیشام خوابیدم. بخش پنج ریمون در اداره به من تلفن کرد. گفت یکی از رفقایش راجع به من با او صحبت کرده بود. روز یک شنبه مرا به کلبه ییلاقی خود نزدیک الجزیره دعوت می کند. جواب دادم با کمال میل حاضرم ولی آن روز را به خانمی وعده دادم. ریمون فورا جواب داد که او را نیز دعوت می کند. زن دوستش از اینکه در میان یک دست مرد تنها نخواهد بود خوشحال شد. خواستم فورا گوشی را بگذارم چون میدانستم رئیس از اینکه از شهر به ما تلفن بکند خوشش نمیآید. اما ریمون خواهش کرد که کمی صبر کنم و گفت می توانست است این دعوت را غروب به اطلاع من برساند ولی میخواسته مرا از چیز دیگری هم مطلع سازد. و آن اینکه یک دسته عرب در تمام روز او را تعقیب کرده بودند که در میان آنها برادر رفیقه سابقش دیده می شده. اگر امشب هنگام مراجعت او را نزدیک منزل دیدی به من خبر بده. جواب دادم بسیار خوب. اندکی بعد رئیس مرا خواست و من در همان لحظه کسل شدم. زیرا فکر کردم الان میخواهد. بگوید که کمتر تلفن کنم و بهتر کار کنم. اما او ابدا راجع به این مطلب صحبتی نکرد. گفت درباره طرحی که هنوز قطعیت نیافته میخواهد با من حرف بزند. فقط نظر مرا درباره این مطلب میخواست. گفت خیال دارد شعبه در پاریس باز کند که کارهایش را در همان محل و مستقیما با کمپانی های بزرگ رسیدگی کند. و میخواست بداند که آیا من حاضرم با آنجا بروم؟ این کار به من اجازه میداد که در پاریس زندگی کنم و همچنین قسمتی از سال را به سفر بگذرانم. شما جوان هستید و به نظر می رسد که این زندگی باید برای شما خوشایند باشد. جواب دادم بله اما حقیقتا برایم فرقی نمی کند. از من پرسید آیا برایم اهمیت ندارد که تغییری در زندگیم پیدا نمی شود و تمام روزهای زندگیم با دیگران یکسان است؟ و اصلا زندگی من در اینجا به طور کلی ناخوشایند نیست؟ او ناراضی می نمود. به من گفت که همیشه سربالا جواب می دهم و جاه طلبی ندارم. و در امور تجارتی این عمد باعث شکست است. آن وقت برگشتم تا کارم را بکنم. بهتر بود که او را ناراضی نکنم. اما دلیل هم برای تغییر دادن زندگیم نمیافتم. وقتی که خوب به وضع خود دقیق می شدم می دیدم که بدبخت نیستم. هنگامی که دانشجو بودم از این نوع جاه ها در من زیاد بود. اما وقتی که زندگی تحصیلی را رها ساختم به زودی فهمیدم که این مطالب اهمیت حقیقی ندارند. شب ماری به سراغم آمد و از من پرسید آیا حاضرم با او ازدواج کنم؟ جواب دادم برایم فرقی نمی کند و اگر او می خواهد ما می توانیم این کار را بکنیم. آن وقت خواست بداند که آیا دوستش دارم؟ همانطور که یک بار دیگر به او جواب داده بودم جوابش دادم که این حرف هیچ معنایی ندارد ولی بیشک دوستش ندارم. گفت پس در این صورت چرا با من ازدواج می کنی؟ برایش توضیح دادم که این امر هیچ اهمیتی ندارد و اگر او مایل باشد ما میتوانیم ازدواج کنیم. وانگهی اوست که این تقاضا را دارد. و من فقط خوشحالم که می توانم بگویم بله. آنگاه او خاطر نشان ساخت که ازدواج امر مهمی است. جواب دادم نه. لحظه خاموش ماند و ساکت مرا نگاه کرد. بعد حرف زد. فقط میخواست بداند که آیا همین پیشنهاد را از طرف زن دیگری که به همین طرز به او دل بسته بودم میپذیرفتم. گفتم طبیعی است. آنگاه پرسید و اگر آن زن مرا دوست می داشت و من نمی توانستم چیزی بدانم بعد از یک لحظه سکوت دیگر زیر لب زمزمه می کرد که من عجیب هستم و بیشک به همین علت است که مرا دوست دارد. ولی شاید به همین دلیل روزی از من متنفر بشود چون خاموش مانده بودم و چیزی نداشتم که بیافزایم. لبخند زنان بازویم را گرفت و اظهار کرد که میخواهد با من ازدواج کند. جواب دادم هر وقت که مایل باشد این کار را خواهیم کرد. آنگاه راجع به پیشنهاد رئیسم با او صحبت کردم. و ماری به من گفت خیلی مایل است پاریس را ببیند. به او گفتم زمانی در پاریس زندگی کردم و او از من چگونگی آنجا را خواست. به او گفتم جای کسریفی است. کفتر زیاد دارد و حیاتهای تنگ و تاریک. مردم پوستشان سفید است. بعد به راه افتادیم و از خیابانهای بزرگ شهر عبور کردیم. زنها همه خوشگل بودند. از ماری پرسیدم این نکته را درک می کند. جواب داد بله و گفت که حرف مرا میفهمد. یک لحظه هیچ حرف نزدیم. با وجود این میخواستم با من باشد و به او گفتم میتوانیم با هم در مهمانخانه سلست شام بخوریم. او خیلی مایل بود اما کار داشت. نزدیک منزلمان با او خداحافظی کردم. او به من خیره شد. آیا نمیخوایی بدانی که من چه کاری دارم؟ مسلم بود که میخواستم بدانم. ولی بدان نیندیشیده بودم. و از این جهت بود که قیافه سرزنش کننده ای به خود گرفت. آن وقت در مقابل قیافه خونسرد من باز هم خندید و برای اینکه دهانش را به طرف من بیاورد با تمام بدنش به جانب من حرکتی کرد. در مهمانخانه سلست شام خوردم مدتی بود شروع به خوردن کرده بودم که زن کوچک عجیبی وارد شد. و از من پرسید که میتواند سر میز من بنشیند طبیعی بود که میتوانست حرکات تندی داشت با چشمانی درخشان که در صورت کوچک به شکل سیب قرار داشتند جاکت خود را کند نشست و با حرارت به مطالعه پرداخت سلست را خواست و فوراً با صدایی که مشخص و در عین حال تند و جویده بود دستور همه خوراک های خود را داد. هنگامی که منتظر پیش غذا بود در کیفش را باز کرد. کاغذ چهارگوشی با یک مداد از آن بیرون کشید و از پیش حساب غذا را کرد. بعد از جیب کوچک خودش قیمت دقیق آن را به اضافه انعام بیرون آورد و جلوی خود گذاشت. در این موقع پیش غذا را آوردند و او با عجله بلید. هنگامی که منتظر غذای بعد بود باز از کیف خود مدادی آبی با مجله‌ای که برنامه های هفتگی رادیو را, را میداد درآورد. با دقت زیاد تقریبا یکی که برنامه ها را رسیدگی کرد. چون مجله ده دوازده صفحه بیشتر نداشت، این کار را با دقت زیاد در تمام مدت غذا ادامه داد. من غذایم را تمام کرده بودم ولی هنوز با همان علاقه نخستین به مطالعه مجله مشغول بود. بعد بلند شد ژاکت خود را با همان حرکت ماشینی پوشید و رفت. چون کاری نداشتم من هم خارج شدم و لحظه دنبالش افتادم. روی لبه پیاده رو بی این که منحرف بشود و یا برگردد با سرعت و اطمینان غیر قابل تصوری راه خود را ادامه میداد. عاقبت از نظرم ناپدید شد و به راه طبیعی خودم برگشتم. فکر کردم زن عجیبی بود ولی خیلی زود فراموشش کردم. در آستانه در اتاقم سالامانوی پیر را دیدم. به داخل اتاق بردمش و او اظهار کرد که سگش حتما گم شده است. چون در استبل نگهبان حیوانات هم نبوده است. کارکنان آنجا به او گفته بودند شاید زیر ماشین سقط شده است. پرسیده بود آیا این مطلب را می تواند به وسیله از کلانتری ها بپرسد؟ به او جواب داده بودند که کلانتری ها دنبال این کارها نمی گردند چون هر روز زیاد از این اتفاقات می افتد. به سالمانوی پیر گفتم می تواند سگ دیگری داشته باشد. ولی او حق داشت به من خاطر نشان سازد که به آن سگ خو گرفته بوده است. من روی تختم چون باتمه نشسته بودم و سالمانو جلوی میز روی صندلی قرار گرفته بود. درست روبروی من بود و دستهایش روی زانوهایش بود. همانطور کلاه فوتر قدیمیش را بر سر داشت. آخرش جملاتش را زیر سیویل های زرد رنگش می جوید. کمی مزاحم بود ولی کاری نمی توانستم بکنم و خوابم هم نمی آمد. برای اینکه حرفی زده باشم از سگش سوالاتی کردم. به من گفت این سگ را از مرگ زنش تا به حال داشته است. خیلی دیر متعهل شده بود. در جوانی حوث هنر پیشگی در سر داشت. در هنگ در نمایش های خنددار نظامی بازی می کرده است. اما بالاخره به راه آهن داخل می شود که از آن پشیمان هم نیست. زیرا اکنون حقوق بازنشستگی مختصری به او می دهند. با زنش خوشبخت نبوده. اما روی هم رفته اون سی به او داشته است. وقتی که زنش مرده بود خود را خیلی تنها حس کرده بود. آن وقت از یکی از رفقای همکارش سگی میخواهد و این سگ را که در آن هنگام خیلی بچه بوده است دارا می شود. بایستی با پستانک به او غذا می داده. اما چون یک سگ عمرش از انسان کمتر است با هم پیر شده بودند. سالامانو به من گفت اخلاق بدی داشت. گهگاه کلاهمان توی هم میرفت ولی در عین حال سگ خوبی بود. من گفتم از نژاد اصلی بود و سالامانو قیافه رضایتمندی به خود گرفت و افزود شما قبل از بیماری شورا ندیده بودید. عجب پشمهای قشنگی داشت. از وقتی که سگ این مرض جلدی را گرفته بود هر شب و هر صبح او را روغن مالی می کرده. ولی به عقیده او مرض حقیقیش پیری بوده و پیری هم علاج ناپذیر است. در این لحظه خمیازهی کشیدم و پیرمرد گفت دیگر باید برود. به او گفتم می تواند باز هم بماند و گفتم از این سانههی که بر سر سگش آمده متأثرم. از من تشکر کرد. به من گفت که مادرم زیاد سگش را دوست می داشت. وقتی که با او حرف می زند او را مادر بیچارتان می نامید. خیال می کرد که از وقتی مادرم مرده است من باید خیلی بدبخت شده باشم. و من هیچ جوابی ندادم. آنگاه با عجله و با لحنی خجلت زده گفت میداند که در محله از اینکه من مادرم را به نوان خانه سپرده بودم پشت سرم حرفها زدند. اما او مرا میشناسد و میداند که به مادرم علاقه داشتم. گرچه هنوز نمیداند چرا؟ اما جواب دادم که تا کنون نمیدانستم که مردم برای این مطلب پشت سرم بدگویی می کنند. در صورتی که به نظر من مسئله نوانخانه کاری طبیعی بود. زیرا من پول به اندازه کافی برای نگهداری مادرم نداشتم. افزودم که وانگهی مدت ها بود که او چیزی نداشت به من بگوید و از تنهایی کسل می شد. به من گفت بله دست کم در نوانخانه خانه رفقایی میافت. بعد معذرت خواست. میخواست بخوابد. اکنون زندگیش تغییر یافته بود و او حالا نمیدانست چه میخواهد برود بکند. برای اولین بار در مدتی که او را میشناختم با حرکتی خجلت زده دستش را به طرف من دراز کرد و من چروکهای پوست دستش را حس کردم. کمی خندید و پیش از عظیمت به من گفت امیدوارم امشب سگها صدا نکنند. همیشه گمان می کنم که صدای سگ من است.